یه قانونی درش تعریف شده که اون قانونه داره پیاده سازی میشه. یه ذره جلوتر روی اسمارت کانترکت ما هم صحبت میکنیم. اینا فوق‌العاده است. یعنی شما فکر کن که واقعا در 10 سال آینده شاید مثلا پیدا کردن یک شغل توی این ردها کار بسیار بسیار دشواری باشه. چرا؟ چون تمام فعالیتی که اون میتونه انجام بده، تمام فعالیت هایی که توش خلاقیت وجود نداره، یعنی اون ذهن آدمه لازم نیست توش کاری انجام، یه کار روتینه مثل فروش بیمه، حساب باز کردن توی بانک دیگه معنی نداره. شعبه الان شعبه چی کارا میکنه؟ واقعا تو خلوت خودمون بیایم فکر بکنیم ببینیم یه موقعی معنی داشت. یادمه یه موقعی میگفتن یه واژه کیوس که روزنامه فروشی و بانک صادرات چیزی بوده که مردم به هم آدرس میدادن. اومدی تو این خیابون، اولین جایی که رسیدی بانک صادرات دیدی به پیچ چپ، و دیگه این اسست با ارزشی نیست. چند وقت پیش بود داشتم یه مقایسه می کردم بین کپیتال مارکت و عرض شود ارزش بازار و اون ارزش دارایی که از دارایی استفاده کردن توی 10 تا بانک اول دنیا. دیدم تو اون کپیتال مارکت خب خیلی بانک های چینی هم حضور داشتن، حضور پررنگی هم داشتن، ولی تو اون میزان اثر بخشیه تعداد بانک های آمریکایی بیشتر بود، چینی هم بود ولی آمریکایی بیشتر بود. یعنی چینی با این همه زرنگیش بازم یه جایی تو حوزه مالی مجبوره که به قول چی میگن از بشینه کتابای این امریکایی ها رو ورق بزنه. و خب به هر حال اگر با این روی کرد بریم جلو و ببینیم تحولاتی که اونا توی سیستم های مالیشون به وجود آوردن و سو و مسیری که دارن میرن به چه صورتیه، یه مقداری به ما کمک میکنه تا بهتر تصمیم بگیریم برای حوزه های سرمایه گذاریم. خب آلت کوین، ببینید ما یه تعریفی داریم به نام کوین و توکن و استیبل کوین. ببینید اینا هر کدوم یه مفهومی داره. توی کریپتوکارنسی ما یه کوین داریم به نام بیت کوین. هر آن چیزی به غیر از بیت کوین تو ادبیات موضوعی و مقاله و گزارش و اینا بهش میگن آلت کوین. اینجوری هم می‌نویسنش. کوین از خودش بلاک چین داره، مثل اتر بلاک چین اتریوم، بیت کوین بلاک چین بیت کوین. اما توکن بلاک چین خودش رو نداره، مستأجر یک بلاک چینی هست. بزرگترین بلاک چینی که برای قراردادهای هوشمند وجود داره بلاک چین اتریوم هست و برای خرید اون توکن ها شما از اتر باید استفاده کنید. پس زمانی که یه مقدار اون بازار رونق بگیره، یعنی قیمت اتره بره بالاتر از این چیزی که هست، آی سی او ها معنی پیدا میکنه و در اینچه کمک میکنه این باز رشد بکنه. در تاریخ 11 نوامبر 2020 هم 7700 تا آلت کوین، البته من اینو فراموش کردم اینو دیگه آپدیتش بکنم، الان روی سایت کوین مارکت کپ با هم خواهیم دید. و مارکت کپ آلت کوین ها 34.8 و بهترین وبسایتی که شما میتونین ازش در بله الان حدود 8100 تاست. بهترین سایتی که شما میتونین ازش اطلاعات بروز بگیرید کوین مارکت کپ هست. توکن تفاوت، ببین توکن کوین رو با هم گفتیم، برای دریافت توکن ها یا تو آی سی او شرکت میکنی، به جاش میای اول میگی من انقدر اتر یا بیت یا پول فیات میدم، به من انقدر توکن تو بده، یا اینکه یه ایردراپ دارن برای یه مدل چش توکن رو بیشتر توصیه میدم، یه مدل ایردراپ وجود داره. ایردراپ رو دیدین دیگه، مثلا این هواپیما هست که میره مثلا قضا میندازه پایین و نمیدونم کمک های چیز میده یا هلیکوپتر میریزه، اصطلاح ایردراپ رو براش استفاده میکنن و یک روش نوین برای تبلیغات و بازاریابی. یعنی اونایی که دارن این کار رو انجام میدن مثلا میگه که من به تو اگر رجیستر کنی اینجا مشخصات تو بنویسی و فلان و مهما 20 تا توکنمو میدن. اوکی. بعد میگه اگر تونستی بری به رفقات هم معرفی بکنی، بابت هر رفیقت که میاد رجیستر میکنه انقدر میده. اگر رفیقت بیاد پول بده بخره، اینا میتونه بیفور آی سی او باشه یا افتر آی سی او باشه، میام چیکار میکنم انقدر بهت میدم. یعنی از آدم ها استفاده، از ظرفیت شبکه اجتماعی آدم ها استفاده که برای توسعه
فعالیتاش و خب خیلی هم خوب جواب داده. میتونید از این دو مدل استفاده کنید. ببینید توکن، یه بار دیگه بگم، توکن مستأجر یک بلاکچینه. بیتکوین بلاکچینش چیه؟ بیتکوین. اتر بلاکچینش چیه؟ اتریوم. یعنی بلاکچین خودش رو داره، اما یه دونه قرارداد هوشمند مثل ویزل نمونه است، میاد روی این داره کار میکنه، میاد رو بسته، چون اینا اوپن سورس دیگه، بلاکچین اونو میگیره برای خودش کاستومایز میکنه و از ظرفیتش استفاده میکنه و یه عملیاتی رو انجام میده. الان میگم دقیقا چه کاری رو انجام میده. و خدمتتون عرض شد که انواع مختلف داریم، توکن های ارزی داریم که بر پایه یه ارزی کاربردی داریم، بهادار داریم که مثلا این بورس میمونه، توکن های داری اینا دستبندیاشه، پشتش یه دارایی وجود داره، سهمی هست، توکن های جایزه داره مثلا به لویالتی و اینا مثلا جایزه میده، این باشگاه مشتریانی هست برای یه همچین بیزینس هایی ایجاد شده، توکن های سوده داره مثل سهم که مثلا دیویدند میده آخر سال، یه ای پی اس تعریف میکنه بعد دی پی اس میده، این هم به همین صورته. و خب تقسیم بندی توی بازار بعد در نظر داشته باشیم که این چیزی که داریم میخریم کوینه یا توکن. من فقط یه لحظه برم پایین ببینم که اگر جا توی قراردادهای هوشمند به این مسئله بازم میپردازیم. خب استیبل کوین ها چیه؟ استیبل کوین ها مثل دلار تتر میمونه، بهش USDT میگن و کلی از این کوین هایی که به قولی پشتوانش ارز فیات هست، دلار، یورو، هر مثلا الان چین هم ارز خودش رو داره میزه، البته اون CBDC هست، ولی میخوام بگم که این استیبل کوین ها یک روشیه. کاربردش کجاست؟ ببینید زمانی که مثلا شما یه موقعی میخواستید توی امتحانی ثبت نام کنید، توی امتحان سی اف ای بدین، یا مثلا تافل، آی اس یا کشور دیگه می‌خواستین امتحان بدین، حالا اینجا وچراش که وجود نداشت، طرف مجبور بود بره حواله بکنه، از این قصه های اینجوری. اینا اومدن کمک کردن به خاطر اینکه عددهای ریزو از این اون کیف پول الکترونیکی میمونه دیگه که به جای تراکنش شتابی مورد استفاده میتونه قرار بگیره. استیبل کوینه میاد میگه من پشتوانم دلاره و تو میتونی مثلا 10 دلار بزنی به اینجا مثلا یه اکانت بخری. اگر بخوای حواله بزنی کلی هزینه داره این کار و اون ده شاید مثلا یا انجام نشه یا مثلا 15 دلار برات هزینه داشته باشه و نمیصرفه. این استیبل کوین برای همچین چیزی اومد. اما کاربرد تو کریپتوکارنسی چجوریه؟ زمانی که یک کوینی شما خریدی، مثلا بیت کوین خریدی، رفته رسیده به 50000 دلار، فکر می‌کنی یه مدتی استراحت کنه و پیش بینی می‌کنی اصلاح قیمتش از نوع کاهش قیمت باشه نه استوپ زمانی، میای کوینتو میفروشی تبدیلش میکنی به استیبل کوین. استیبل کوین ها یا ارز دیجیتال باثبات همیشه قیمتش همون یه دلاره. حالا تو رقم 4 رقم بعد از اعشارش یه موقع میشه 9 یا اینور 1.0 مثلا 0000000 یا 1 اون ته میخوره که خیلی تغییری نداره. این کمک به شما میکنه، عملا شما خودتون رو تو سیف سایت میذاری، سودتون رو شناسایی کردین، یعنی تک پروفیت زدی، شناسایی سود کردی، اومدی نشستی عقب، حالا منتظر این که دوباره بازار بخواد حرکت کنه بخری بیای تو بازار. کاربردش برای ماها این هست. اما یه کاربرد خیلی باحالی هم داره. ببینید مثلا ما الان بخوایم دلار بخریم دیگه، دلار مسافرتی که فکر نمیکنم باشه، با کارت ملی دلار میدن؟ دوستان درگیر هستن میدونن خبری دارن؟ آیا با کارت ملی دلار پرداخت میشه؟ دوستان دارن می‌نویسن؟ منم صبر میکنم جواب دوستان بیاد. نه. پس با کارت ملی نمیدن. اگر بخوای دلار بخری چیه؟ باید بری سراغ این کجا؟ چارا استانبول و سبز میدون و پله آهنی و اینجور جاها باید بخری دیگه. و خب احتمال این که مثلا به تقلبی هم بندازن کم نیست، بعد گیر این حالا مثلا به هر حال مشکلات داره دیگه. اما یه راه ساده وجود داره، شما میخواید 100000 دلار بخرید به عنوان سرمایه گذاری. دلار تتر قیمتش از دلار فیزیکی یه ذره بالاتره و این علتش اینه که دلار دیجیتالیه، همه جای دنیا میتونی پول نقدش بکنی.
طرف میاد به جایی که بره تو صرافی و بحث نگهداشت و حمل و نقلش هم خب پر ریسکه، میاد همچین چیزی رو میگیره، انگار بیت کوین خریده، یه کدیه رو هوا و اونجا نگهداری میشه، ریسکش هم پایین، خیلی هم راحت بدون هیچ محدودیتی خریدش انجام میده، هیچ جام ثبت نمیشه، اگر رشد کرد مارجینش رو میگیره، اگر نه میتونه مثلا اگر مثلا نهایت ضرر کرد بیاد مثلا روی این ارزی که داره رشد میکنه اون فاصله ضررش هم جبران کنه. به سال 2017 و اواخر 2017 و ابتدای 2018 اومد، نمادش همونطور که میبینید اینجا، موس من اگر میبینید تتر بهش میگن، USDT تی آخرش به نماد تیه و خدمتتون ارزش هزینه تراکنشش بسیار پایینه، ارزش با نوسانات کم داره، همونطور که گفتم 1.00000 یه یک تاش یا مثلا 0.99999 یه دونه 8 اون آخر یا 9 اون آخر، برای حرفه‌ای بازار طراحی شده، آدمایی که میتونن تترشون رو تبدیل کنن به بیت، بیتشون رو تبدیل کنن به تتر به جایی که به ریال بزنه و متمرکز و نیاز به ترد پارتی هم داره متاسفانه، یعنی یه شرکتیه که بعد پشتش باشه، چند وقت پیش بود، یه مدت قبل بود که چه اتفاقی افتاد، اومدن گفتن که معادلش دلار نداره، یعنی هم کلکی که زده بود نیکسون که طلا میذارن، اینا هم همین مدل رفتن رو دلار تتر، ولی مثلا ادعا شده بود که اینا معادل هر یه دونه دلار USDT USD دلار ندارن، که اومدن بررسی کردن تاش گفتن داره، اما خب این پر ریسک. هفته پیش بود یه خبر میخوندم که فدرال رزرو به بانک‌های آمریکایی اجازه داده که مبادلاتشون رو بتونن با استیبل کوین ها انجام بدن. خب این اتفاق خوبیه. 4 نوع استیبل کوین داریم، یا پول فیات پشتشه، یا یک فیات منظورم پولای مثلا کاغذی این دلار و ایناست، یا یک کامودیتی پشتشه، یک کالای مثل طلا وجود داره، اومدن یه ذریعی از اون رو در نظر گرفتن، مثلا اینایی که رو طلا هم دارن سرمایه گذاری میکنن، اومدن رفتن مثلا توکن هایی رو پیدا کردن که استیبل کوین های اسخای می کنم استیبل کوین هایی رو پیدا کردن که پشتوانه اش طلا، یا کریپتو که عرض شود که یه سبدی از کریپتو رو دیدن، این صندوق های سرمایه گذاری، یا اینکه اصلا هیچی از اینا نیست، مثل پول فیات میمونه و